خورخه رافائل ویدلا که به دیکتاتور نظامی پیشین آرژانتین شهرت داشت، در سن 87 سالگی درگذشت. بر اساس اعلام رسمی دولت این کشور، وی بر اثر مرگ طبیعی در سلول زندانی در بوینس آیرس درگذشته است. ویدلا در پی کودتا در 1976 میلادی به قدرت رسید و تا سال 1981 در مقام ریاست جمهوری بود. وی در سال 2010 به دلیل کشتار مخالفان و به اتهام جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد. دادگاه دیگری ژوئیه سال گذشته میلادی وی را به اتهام ربودن کودکان فعالان سیاسی چپگرا در دوران زمامداریش محکوم کرد. برآورد می شود که در آن زمان حدود 400 نوزاد که در بازداشتگاه ها به دنیا آمده بودند از والدین خود جدا شده باشند.